می فضا و باور را خوش کردیم تغییر بوده. کال بزرگ و سالور که بازار تراغه در تمام ولایات تا رو 24 ساعت فعالیت میکنن. ما مستقیم فایبر رو در خانه با مشترک برسانیم و همچنان به شرکت پیشتاز از بود قیمت تبدیل شد. افغانستان در کمتر از دو دهه پسین رشد قابل ملاحظه را در عرصه خدمات مخابراتی و تکنولوژی معلوماتی داشته است. هم‌اکنون بیش از 5 شرکت بزرگ مخابراتی در این کشور فعالیت دارند که اکثر این شرکت‌ها متعلق به بخش خصوصی هستند. اما نخستین شرکت ملی که به عنوان شبکه مخابراتی دولتی به فعالیت آغاز نمود، شرکت افغان تلکام است. شرکت افغان تلکام هدف از ایجادش ایست که از یک طرف خدمات عرضه بکنه، از طرف دیگه در وضعیت اضطراری به کار حکومت مردم بیه، رقابت ایجاد بکنه و یک شرکت باشه که در حالات و وضعیت ها و محلات که شرکت های خصوصی آمادگی سرمایه گذاری رو دو نداره در اون قسمت ها پیش قدم شود. این شرکت در سال 1384 خورشیدی ایجاد و از آن زمان تا اکنون با ارائه خدمات در بخش‌های فایبر نوری، خدمات تلفنی سیمدار، خدمات موبایل و خدمات اینترنتی در راستای پیشرفت تکنولوژی و تقویت سکتور مخابرات در افغانستان کار می‌کند. افغان تلکام خو شروع که چی شروع کرد دیر یا کم سرمایه‌گذاری شروع کرد، دیر یا محدود ریسورسو موږ سره او همدغه تقریبا دغه 15-14 کلونو کې چې افغان تلکام جوړ شوی دی، زموږ سرمایه ګذاري اوس ډېره ښه شوې ده. زموږ چې کوم ټوټل اسټس دي هغه ډېر ښه دي د نورو د مارکیټ په حساب سره. شرکت مخابراتی افغان تلکام و شبکه سلام تا اکنون نزدیک به 3 میلیون مشتری در سراسر افغانستان دارند. هرچند فعالیت های این شبکه ها با مشکلات امنیتی و سیاسی فراوان همراه بوده است، اما به دلیل استراتژی دولت افغانستان فعالیت های این شبکه ها بدون وقفه ادامه داشته تا در دشوارترین حالات به دورترین نقاط افغانستان برای مردم خدمات رسانی کنند. یوازینی خوالم دغه دی چې خپل خدمات په 24 ساعته دی او قسم دی که مونږ ډیر زربلی د ډیر مشکلات سره مخامخ شوی یو. چاغه جملې نه تقریبا یو سل څلويخ سایتونه زموږ سوځول شوی د سلام د جوړولو نه تر سپوري، او د دې غنه تقریبا شل سایتونه بیا مونږ ریکور کړی خو مونږ هیڅ چاته تسلیم شوی نه یو. خپل خدمات مم تر سپوري برقراره ساتلی، 24 ساعته مې ساتلی، او ان شاء الله پاینده کې به مونږ دې تبیام ادامه ورکو. شرکت افغان تلکام در یک سال اخیر شاهد تحولات فراوان در بخش‌های اصلاحات ساختاری، افزایش عواید، ارائه خدمات جدید و کاهش قیمت و مصارف بوده است. یکی از کارهای بسیار مهم ما این بود که ما صرفه‌جویی کنیم. در حدود حداقل 40-45 میلیون دلار پروژه‌هایی که در گذشته دیزاین شده بود و واقعاً یا کارانه بود و یا از اندازه‌ای که لازم بود بیشتر خریداری میشد و یا هم نمیتونست شرکت کمک کنه و یا به باره دیگه شرکت میتونست بدون این مصرف هم عوایدش بیشتر شود و سرپای خود استاد شود، از او جلوگیری شد. از من همیشه دقیقا کوشش شوی که خپل مصارف و که خپل لکه انویسمنت چکو اگه که صرف جویی بکو اگه پده شکل چه مثلا بیزه سرمایه گذاری بونشی. مثلا بعض پلان ندسی شوی و چه اگه فایده نلرلا بعضی لکه دیر رف پلانینگ شوی و نو به دو وزیر سی پا هدایت سره و داغی پا مشوره سره به منگا یا بل مدل انتردیوز که سمارت انویسمنت چ هغه کې به موږ لکه سمارټ انویسټمنټ هغه پروژې چې ملا افغان تلکام ته ښه عاید راوړي، ښه ریټرن راوړي، هماغه باندې به موږ سرمایه گذاری کوو. رهبری وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی با آغاز کار در این وزارت تلاش کرده است فساد را کاهش بدهد، دست مافیا را کوتاه سازد و منابع این شرکت را برای سرمایه گذاری بیشتر در این شرکت بسیج نماید. وقتی من او منیسی وزیر کار ما آغاز کرد، شرکت افغان تلکام و سلام البته با یک دید و احساس بسیار متفاوت، با یک دید مالکانه به این مفهوم که شرکت خود گفته به اصلاحاتش آغاز کرد. البته در قدم اول
نظر به موضوعات را که از گذشته شنیده بودم کوشش کردم که اصلاحات با وجود بیارم، یا به گفته عام به اصطلاح یک خانه تکانی کنم. کاهش قیمت اینترنت عمده افغان تلکام برای شرکت های مخابراتی مثل افغان بی سیم، اتصالات، روشن، ام تی ان و سایر شرکت های آی اس پی و کاهش بسته های اینترنتی افغان تلکام و سلام از دستاورد های مهم این شرکت در بخش قیمت در سال گذشته بوده است. یک بی اینترنت که در سال 2017 در حدود $96 ارائه می گردید، حالا اون نرخ فعلا در بازار ما به حدود $48 $45 عرضه میکنیم و ارائه میکنیم، و اگر کسی واش به شرکت های مخابراتی که باز نام اومده ارائه میکنیم تا یک این اینترنت ما در حدود $30 فعلا در مارکت برشان عرضه میکنیم. شرکت افغان تلکام با کاهش قیمت ها توانسته مشتری بیشتر جذب کند و مفاد بیشتر را وارد خزانه دولت نماید. راه اندازی خدمات اینترنتی 4G از طریق شبکه سلام اقدام دیگر است که شرکت افغان تلکام برای بهتر ساختن کیفیت و ارائه خدمات بهتر به مشتریانش انجام داده است. وقتی ما رفتیم در شهر کابل در اون مناطقی که 4G فعال شده بود کیفیت را تست کردیم، در عمل من خودم رفتم، در اوجه دیدیم که وضعیت بسیار متفاوت است. به او خاطر من فکر میکنم که سرمایه گذاری میتونه مشکل حل کنه. شرکت افغان تلکام خدمات فایبر نوری را به گونه مستقیم رهبری میکند. این شرکت افغانستان را از طریق کشورهای تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان، ایران و پاکستان به فایبر نوری وصل نموده است. در حدود 5000 کیلومتر فایبر نوری در سراسر افغانستان توسط شرکت مخابراتی افغان تلکام تطبیق کرده است که در حدود 25 ولایت، 62 ولسوالی، 160 باب مکاتب، 25 باب جزتامه وزارت داخله عملا به فایبر نوری فعلا وصل گردیده است. فعلا شرکت مخابراتی افغان تلکام سر خطوط پشتیبان عملا کار میکنه که تا ما بتانیم سکتگی های وارد شده برای مشتری کین خود را از بین برده و ما بتانیم که شرکت ها را به طریق درست و خدمات را به مشتریان عرضه نماییم. افغان تلکام برای گسترش فایبر نوری و دسترسی هرچه بیشتر شهروندان کشور به خدمات اینترنتی و مخابراتی، پروژه های حمایوی دیگر را نیز روی دست دارد که این پروژه ها قرار است تا ماه های دیگر به بهره برداری سپرده شوند. یک پروژه ما به حدود 100,000 لین در پروژه پی 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 پابلیک پرایویت پارتنرشیپ که هم اسناداش در تای مراحل تدارکاتی است، به زودترین فرصت از طریق تدارکات ملی اعلان میشه. او هم این پروژه FTTH است که ما فایبر به درب منزل میرسانیم. وقتی که فایبر به درب منزل رسید واقعا که قیمت ها هم ارزان میشه، ظرفیت هم بالا میره، کیفیت هم بالا میره و مشتریان ما از این پروسه مکملا راضی خواهد بودن. شبکه مخابراتی سلام که بخشی از سرمایه گذاری های بزرگ شرکت افغان تلکام است، هماکنون 1100 سایت فعال در 34 ولایت و 169 ولسوالی افغانستان دارد. کارمندان بخش مشتریان افغان تلکام و سلام روزانه بیش از صدها تماس دریافت می کنند که عمدتاً برای فعال ساختن بسته های تماس، بسته های اینترنتی و یا حل مشکلات تکنیکی مشتریان می باشد. السلام علیکم، به بخش خدمات مشتریان سلام خوش آمدین. کی هستین؟ از بیو و تماشا این یاوری در خدمت. مشتریان افغان تلکام و سلام از خدمات این شرکت ها رضایت داشته و دلیل آن را خدمات خوب، قیمت ارزان و کیفیت مناسب آن عنوان می کنند. سمیع الله هستم، باشنده ناحیه ششم کابل. آمدیم به خاطر که یک تلفن لیندار از شبکه مخابراتی افغان تلکام بگیریم و به خاطر که اینترنت بسیار پرسرعت داره و پروموشن خوب داره، به خاطر که رایگان زیادتر چیزا پیشکش از اینها و یک شبکه نسبت به دیگر شبکه ها ارزانتر و کیفیت عالی دارن. طیبه هستم، از متاقلا آمدیم، از ناحیه ششم شرکت سلام آمدیم به خاطر سیم کارت گرفتن، به خاطر که سیم کارت سلام قیمتش ارزان است و از دیگه شبکه‌ها که سریع‌تر کار میکنه، اینترنتش خوب است، 4G کار میکنه. رضایت مشتری ما تا حدود 90% میباشه، چون شرکت سلام یگانه شرکتی است که در تمام ولایات، در تمام نقاط دوردست طور 24 ساعته فعالیت میکنه و خدمات بهتر، آسانتر و نازلتر نسبت به تمام شبکه‌ها داره.
شرکت مخابراتی افغان تلکام و شبکه خدمات موبایل سلام به عنوان نهادهای ملی و دولتی با سرمایه گذاری هنگفت در بخش زیربنا و خدمات مخابراتی برای هزاران شهروند افغانستان زمینه کار را فراهم کرده و سالانه در حدود 2 میلیارد افغانی به دولت مالیات می‌پردازند. رهبری وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان پس از بررسی مشکلات داخلی شرکت افغان تلکام به همکاری متخصصین داخلی و خارجی سکتور مخابرات پلان استراتژیک 3 ساله را به هدف رفع مشکلات و پیشتاز ساختن شرکت افغان تلکام و شبکه سلام در سطح داخلی و معیاری ساختن آنها در سطح منطقه‌ای و جهانی تدوین نموده تا در چهارچوب آن به اهدافی که تعیین کرده اند برسند. ما به خاطر از اینکه ای باری شرکت هم من هنچه یک شرکت مخابراتی واقعا بتانیم خوب مدیریت کنیم و از پراگندگی و روزمره زدگی خارج کنیم، برای ازی یک پلان ساختیم. البته این پلان یک شالوده و خلاصه از تمامی یافته و چالش هایی که باعث بعضا پسمانی شرکت شده یا خدای نخواسته ایجاد مشکلات و به اساس او یافته ها یک دورنما را برای افغان تلکام و یک هدف تعیین کرده ایجاد کردیم. پلان برای 3 سال است. در این پلان 3 ساله برای رفع تمام خلاهایی که در بخش‌های مختلف شرکت افغان تلکام وجود دارد، پیشنهادهای مشخص صورت گرفته است. از بُعد مدیریتی برای شرکت افغان تلکام ساختار جدید پیشنهاد گردیده تا نیازمندی‌های این شرکت در بخش مدیریت و رهبری مرفوع گردد. از بُعد مدیریتی وقتی نواقص شناسایی کردیم، یک ساختار جدید پیشنهاد کردیم. گرچه یک مقدار از این ساختار قبلاً عملی شده. نوسازی سایت های افغان تلکام و سلام در مرکز و ولایت افغانستان و مجهزسازی آنها با وسایل و ابزار جدید تکنیکی یکی از موارد مهم دیگر این پلان برای شرکت افغان تلکام در 3 سال آینده است. از بُعد شبکه تمام نواقص و خلاها و مشکلاتی که در شبکه وجود داره که نه تنها تاثیر روی شرکت افغان تلکام داره، بلکه روی سایر شرکت ها هم داره، چون زیربنای افغان تلکام و بعضی از شرکت های دیگه هم استفاده میکنن. به اون خاطر تمام نواقص شناسایی شده و بدون شک ضرورت به نوسازی داره و بازسازی داره و نوسازی و بازسازی بدون وسایل نمیشه که وسایل ما قبلا درخواست خریداری شده به تدارکات ملی فرستادیم و یا هم در جریان طی مراحل قرار داره. شرکت افغان تلکام برای مردم افغانستان حیثیت سرمایه ملی را دارد و هر عضو جامعه افغانستان باید برای تقویت هرچه بیشتر آن تلاش نمایند. با استفاده از خدمات مخابراتی افغان تلکام و سلام، اقتصاد کشورتان را تقویت نمایید. افغان تلکام، بیایید از یک چیز نو صحبت کنیم.